پیشمرگه های کردوز جمعه وارد شهر سنجار در عراق شدند. تصاویر ویدیویی شبکه کردها از سنجار پیشمرگه های کرد را در مرکز شهر سنجار نشان می دهد که با شلیک هوایی این پیروزی را جشن گرفتند. کردها توانستند قبل از تصرف سنجار زیر پوشش حملات هوایی آمریکا بیش از 150 کیلومتر در اطراف شهر را از داعش پاکسازی کنند. به گفته یکی از فرماندهان پیشمرگه هزاران شبه نظامی کرد از چهار جهت وارد سنجار شدند. یکی از شبه نظامیان کرد میگوید تلفات زیادی به داعش وارد شده است. موجودین پیشمرگه بطنشنگار نیروهای پیشمرگه در شهر سنجار هستند و دوربین ها نشان میدهند که در شهر گشتزنی می کنند. ما سلاح زیادی از داعش گرفتیم و ایجاد آنها در شهر دیده می شود. کنترل سنجار کاملا در دست ما است. تصرف سنجار با مقاومت کمی از سوی داعش روبرو شد. به گزارش اسوسییتد پرس، پیکارجویان داعش که در انتظار تهاجم کردها بودند، از این شهر عقب نشینی کردند. تهاجم کردها برای پسگیری سنجار روز پنجشنبه در امتداد جاده موسوم به بزرگراه 47 انجام گرفت که مسیر تدارکاتی پیکارجویان داعش میان شهر موسل در شرق عراق و شهر رقه در غرب سوریه مرکز خلافت خودخوانده داعش است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون گفت این مسیر تدارکاتی برای داعش اهمیت دارد. If this is indeed severed, then it does mean اگر استفاده از این مسیر دشوار شود می تواند تاثیر بزرگی بر عملیات داعش در آن بخش از عراق بگذارد. باید صبر کرد و دید دقیقاً چه تحولاتی رخ می‌دهد. زمان خواهد برد و ما زمانبندی خاصی برای آن نداریم، اما معتقدیم بر توانایی تدارکاتی داعش مشخصاً در شمال عراق تاثیر می‌گذارد. حدود 7500 نیروی ویژه کردها و شبه نظامیان ایزدی در تهاجم برای تصرف سنجار شرکت داشتند. گرچه داعش متحمل عقب نشینی در سنجار شده است، اما پناهجویان سنجار که اکنون در ترکیه اسکان گرفتند، مایل به بازگشت فوری به شهرشان نیستند. داعش شهر سنجار را در ماه اوت سال 2014 تصرف کرده بود. شهلا رستی، صدای آمریکا، واشنگتن.